هر چند روزی یک بار خبری در مورد اقدام های دولت چین علیه مسلمانان این کشور منتشر می شود که نشان دهنده برنامه کامل چین برای نابودی مسلمانان است. بدون شک می توان گفت اصلی ترین و خطرناک ترین رفتار دولت مرکزی چین علیه مسلمانان این کشور اقدام های محرمانه برای نسل کشی و کاهش جمعیت آنان است. علی اکبری گزارش می دهد. یک تحقیق جدید نشان می دهد که سیاست های جمعیتی حزب کمونیست چین در ایالت مسلمان سینکیانگ باعث کاهش میلیونی جمعیت در این ایالت غربی شده است بر اساس براورت های یک پژوهشگر آلمانی به نام آدریان زنس سیاست جمعیتی چین برای اقلیت های قومی و مذهبی در ایالت سینکیانگ در طی تنها 20 سال باعث خواهد شد از دو ممیز شش تا چهار ممیز پنج میلیون تولد در این منطقه کم شود این میزان به اندازه یک سوم کل جمعیت سینکیانگ است سیاست کنترل جمعیتی که چین در ایالت سینکیانگ و علیه مسلمانان اویقور و سایر اقلیت‌ها به کار گرفته بین سالهای 2017 تا 2019 باعث کاهش شدید جمعیت در این منطقه شده است چین مدعی شده که همه کشور دچار کاهش جمعیت شده و کاهش جمعیت در سینکیانگ به خاطر بالا رفتن درآمد سرانه و بهداشت فردی است اما تحقیقات آدریانزنز نشان می دهد در حالی که کاهش میزان تولد در میان قوم هان تنها 19 درصد بوده همین کاهش در میان مسلمانان اویقور در سال 2019 میلادی بیش از 50 درصد بوده است با این حال به نظر میرسد به دلیل فقدان مدارک مستدل و عضو نبودن چین در دادگاه بین المللی کیفری در لاهه نمی توان چین را به راحتی به دادگاه های جهانی کشاند گفتنی است چین به زندانی کردن یک میلیون ایقور به بهانه بازآموزی عقیدتی و سیاسی متهم است چین همچنین به آزار جنسی زنان زندانی و بیگاری کشیدن از زندانیان متهم شده است. حکومت این کشور این اتهامات را رد می کند اما تا کنون اجازه بازدید کارشناسان بین المللی را از سینکیانگ صادر نکرده است.